「ファクファクファクファク」<music> <music> نام خدا شاگرده عزیز سلام خوب هستین؟ به خیر هستین؟ جور و سهدمند باشین شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم دیگه درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل ششم نامساوات و درس چهارم ما و شما امروز میشه. اما عنوانی که ما و شما باید بخوانیم چی هست در امروز؟ در درس امروز تعیین اشاره بینوم درجه اول بینوم یا تانست در چی بود؟ در پولینوم ها بود دیگه نه در افاده الجبری گفتیم افاده الجبری به, به سه کلی تقسیم می شدن چند حده ها یا پولینوم ها افاده الجبری ناطق افاده الجبری غیر ناطق درست است؟ و خود چند حده ها یا پولینوم ها به یک حده یا منوم دو حده یا بینوم و سه حده ترینوم و به اون شکل چهار حده پنج حده تنهایی تعریف می شد الی بینوم چی میشه دو حده. دو حده درجه اول یعنی توان متحول ما و شما متغیر ما و شما توانش باید یک باشد سیست؟ پس وقتی میگه درجه اول منظورش است که توان آن متحول ما و شما معمولا با ایکس نشان میتونه متحول داره سیست ایکس وای فرق نمیکنه توان از او یک است پس یک دو که توان از او چند است توان از او یک است درست است پس ما میخوایم چکار کنیم میخوایم میره تعیین اشاره کنیم اما معنای تعیین اشاره چی است پس سر تخته که رفتیم باز برد میگم که تعیین اشاره معناش چی است درست است خب شاگرد عزیز قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را قرار بود که شما با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 -780 -255 درست است اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد و انتقاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید از همین که به شما خواندم. خب شاگرد عزیز با ما همراه باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما شما چی است تعیین اشاره بینوم درجه اول اگر یادتان باشد پس ما با نوشته کنم تعیین اشاره بینوم تعیین تعین اشاره یا تعین علامه هم برش گفتن نشه اشاره یا علامه علامه یک عدد میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه سعیست تعیین اشاره, اشاره بینوم سعیست درجه اول خب معنی چی هست درس امروز ما و شما شکر دارید دقت کنید درس امروز ما و شما یفت. ما و شما یک بینوم داشته باشیم بینوم یعنی دو حده حد دو به حد عنوان مثال 3x مربع جمع 4y این چی است یک دو حد دست بینو بس یک حد دو حد صحیح است ولی درجه چی است درجه دو است چون توان ایکس ما و شما چند است دو توان وای چند است توان وای یک است پس درجه از این بینوم یا پولینوم روش گفته میشه چون بینوم یک نوم، یک نو پولینوم است دیگه نه مونوم بینوم ترینوم چهار حد ده پنج حد اینا کلشون چی هستن چند حد ها هستن که برش میگفتیم چی پولینوم درست است خب یا چی است درجه از این نظر به ایکس نظر به متحول ایکس میشه دو نظر به متحول وای میشه یک صحیح است خب اما درس ما و شما تعین اشار بینوم درجه اول به یا کار نداریم ما به بینوم ها یا دو حده های کار داریم که یک متحوله هستن یعنی فقط X باید باشد وای نباشد یا فقط وای باشد X نباشد فقط یک متحول داشته باشیم صحیح است و درجه از اون چند باشه درجه از اون یک باشد یعنی توان از اون یک باشد خب شما ممکنه با خودتون بگین خب بنا مثال به شک میشه دقت کنید میشه 3x جمع 2 این میشه یک بینوم درجه اول یک متحوله چون توانیکس ما و شما یک است فقط یک متحول داریم دیگه وای نباید باشد اگه بجای وای نوشته کردیم او همیشه شاگرد عزیز حد اول ما و شما یک متحول دارد حد دوم ما و شما یک عدد میشه چون نباید دو متحول داشته باشه صحیح است پس این میتونه مثلا حد اول ما و شما باشد سه وای جمع دو سه وای منفی دو پس ما ای رو میخوایم تعیین اشاره کنیم پس بینوم های درجه اول یک متحوله به باید بگیم در است؟ خب اما منظور تعیین اشاره چیه همی 3 اکس با عنوان مثال پا کنم شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه بزنم برد. با عنوان مثال ما یک تا بینوم درجه اول بگم برد. یک متحوله. 2 اکس جمع 6. این چی هست شاگرد عزیز؟ یک بینوم درجه اول یک متحوله است خب میگه این رو اشاره کن. منظور است اشاره چی هست؟ خب ما و شما به جای ایکس گفتیم متحول است میتونیم قیمت گذاری کنیم درست است هر عدد دل ما شد میتونیم قیمت گذاری کنیم معالی به جای ایکس اگر عدد 5 رو چی میشه شکر دارید X ما اگر 5 وصل کنیم ایکس ما بونیم 5 چی میشه قیمت بونین به جای 5 بونین پس میشه 2 ضرب در 5 جمع 6 جواب چی میشه 2 5 میشه 10 مثبت در مثبت مثبت 10 جمع شان 6 میشه چند 16 جوابش آخرش میشه 16 16 علامه چی است علامه نظر علامش مثبت است دیگه صحیح است پس جواب ما و شما چی شد 16 مثبت ما ایکس اگر بونم بون مثال س چی میشه سر بونیم میشه چی 2 ضرب در س جمع 6 مساوی میشه 2 س میشه 6 6 جمع 6 چند میشه 12 میشه صحیح است یکی میشه 6 6 جمع 6 هم 12 بون بون مثال ما ایکس بانم چند هر عدد دل میتونیم بانیم قیمت میتونیم پیدا کنیم خب سوال ما و شما یه است شاگرد عزیز دقت کنید ما x 5 ماندیم جواب چند شده مثبت 16 x 3 ماندم جواب شده مثبت 12 سوال این میگه ما این جواب آخر کار داریم کل چی است مثبت شده آیا میتونید عدد x به جای x یک عدد قیمت واسه کنیم که جواب ما و شما منفی هم شوه بله به عنوان مثال منفی من منفی 5 واسه کنم صحیح منفی 5 واسه کو چی میشه منفی 5 واسه کو منفی پنج رو کن میشه دو زب داره منفی پنج جمع شش جواب چی میشه؟ دو پنج ده مثبت در منفی منفی ده پس منفی ده جمع شش جواب چی میشه؟ هم علامه نیستن از هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی چار پس جواب چی شد؟ منفی شد خب سوال ما شما ای است ما چه قیمت های رو کنیم جواب ما مثبت میشه چه قیمتایی رو جواب ما شما منفی شود جواب آخر یعنی امی جواب امی اشاره چی میشه جواب آخرش صحیح مثبت میشه یا منفی میشه بس درس ما شما یه است تعیین اشاره بینوم درجه اول یک تا بینوم درجه اول در ما و شما میته میگه شما رو تعیین اشاره کو معنای چی است یعنی به جای چه قیمتایی که ما وزن میکنیم جواب ما و شما مثبت شوه و چه قیمتایی وزن کنیم جواب ما و شما منفی شوه اینو باید مشخص کنیم خب ما دیدیم که منفی 5 وزن کنیم منفی میشه آیا غیر از دیگه باز منفی میشه منفی 6 بله منفی 6 وزن کو جواب منفی میشه از منفی 5 تر چی عدد داریم که جواب منفی بسازه منفی 4 چک کنیم بیان چک کنیم منفی 4 چک کنیم یک زبان منفی چار چی میشه شاگرد عزیز؟ دوی زب در منفی چار جمع شش جواب چی میشه؟ دو چارت میشه 8 مثبت در منفی میشه منفی پس منفی اشت جمع شش جواب چی میشه؟ جواب میشه منفی دو پس یه منفی شد پس خوب است خب از های از منفی چار باز بزرگتر عددی وجود داره که جواب ما شما منفی بسازه منفی سر چک کنیم منفی سه منفی سه چی میشه؟ میشه دوی ضرب در منفی سه جمع 6 جواب چی میشه دو سه 6 مثبت در منفی 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 شش جمع 6 جواب میشه چند جواب میشه صفر هم نیستن کم میشه خب دیگه باز چی شد صفر که نداره پس صفر چی است نه مثبت است نه منفی پس معناش چی است شاگرد عزیز یعنی از منفی سه به قبل دقت کنید من محور برد بکشم شاگرد عزیز اینجا صفر باشد 1 2 3 چ اینجا باشد منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار یعنی این خود منفی سر که ما شما قیمت کردیم جواب ما شما چی شد؟ صفر شد هر چی عدد از این قبل وز کنیم جواب ما شما منفی میشه منفی چهار وز کردیم چند شد جواب؟ منفی شد حال کار نداریم چی عدد میشه فقط علامش کار داریم منفی پنج وز کردیم چند شد؟ منفی شد و از دیدیم که سه وز چند شد؟ سفر شد سه و جواب چند شد؟ سفر. از سه به بعد هر چی کنیم جواب باید مثبت شوه به شک میبینیم دیگه نه به عنوان مثال از منفی سه به بعد ببخشید از منفی سه به بعد هر چی واسه کنیم جواب باید چی شوه مثبت شوه مثلا منفی دو رو کن جواب باید مثبت شوه چک میکنه منفی دو رو واسه کنم من یک سم منفی دو پس چی میشه دو ضرب در منفی دو جمع 6. دو منفی دو چند میشه دو دو 4. مثبت در منفی منفی پس میشه منفی 4. جمع شش خب هم چار منفی باشه مثبت دو میشه چند دو دوی مثبت علامه عدد بزرگتر پس دید مثبت شد پس من منفی دو رو واسه کردم جواب شد مثبت درست است پس وقتی میگه تعیین اشاره کو منظورش چی است پس ما شما ایر تعیین اشاره کردیم ببینید چه رقم اشاره شده میگیم که هر عددی که ما و شما از منفی 3 به بعد بزرگتر از منفی 3 باشه وزن کنیم جواب ما و شما در نهایت مثبت میشه یعنی یعنی بین ما و شما جوابش می اشاره میشه مثبت و از منفی 3 به قبل هر عددی که وزن کنیم به جای اکسش جواب ما و شما چی میشه منفی میشه پس ما و شما اینو به نوشته میکنیم پس میگیم که اگر های ما و شما که وزن میکنیم بزرگتر از منفی سه باشد صحیح نتیجه میگیریم بی که بینوم چی مثبت میشه و اگر ایکس های ما و شما کوچکتر از منفی سه باشد نتیجه میگیریم بی که بینوم ما و شما چی میشه علامش منفی میشه صحیح خب شاگرد عزیز پس تعیین اشاره به شکل ما و شما تعیین اشاره کنیم ولی این ما و شما به شکل چی به شکل با عدد قیمت گذاری کرد و تعیین اشاره کرد ولی خب به نمیشه چون بسیار مشکل میشه حالا با مثلا ما و شما تا دریافت کنیم منفی سه ولی بعض وقت سوالا کمی مشکل تر است پس ما و شما یک راه و روش لازم داریم که یک بینو به ما شما میته می شما رو تعیین کنید صحیح پس ما تختر پاک میکنم شاگرد عزیز و همین بینو ما با هم راه راه حل بر شما میگم شما اون هم مراحل انجام میتی راه حل ما و شما رو میفهمیم و بعد جواب میکشیم که میبینیم چی در کجا بینو ما شما علامش مثبت میشه آشارش مثبت میشه و در کجاها منفی میشه درست است پس ما تختر پاک میکنم راه حل تعیین اشاره برات میگم درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی حال ما و شما میخوایم راه حل یا روش چیکار کنیم تعیین اشاره بینومه براتون بگم که چه رقم میشه و یاد دیگری سیست؟ پس من نوشته کنم روش حل روش یا تل یا تعیین اشاره تعیین اشاره بینوم درجه اول یک متحول سیست؟ خب حالا روش تعیین اشاره چه رقم است من مرحله به مرحله نوشتم میکنم و در دا اینجا دایی ای برای یک مثال کار میکنم تا متوجه شوی سیست؟ پس مرحله اول مرحله اول میگیم که بینوم را مساوی با صفر قرار داده و حل میکنیم سیست؟ پس بینوم را مساوی صفر قرار داده و حل میکنیم این جوابشو میکشی سیست؟ خب عنوان مثال دقت کن ما در اینجا مثال میزنم می‌زنم مثالش کار میکنه برایتون چقدر عزیز با بابا مشو باید داده 2x جمع 6 به ما شما, شما میره داده بود اما مثال قبلی کار کردیم ببینیم به این طریق چرخ هم دریافت میشه خوب اینو گفتن چی با چیکار کنیم معادله واسط بونیم پس 2x جمع 6 مساوی است با 0 خیلی کار کو معادله شد معادله در خیاط دارید دا از این فشتخانی دیگه این 6 شد دو رفت انتقال میدم میشه چی منفی 6 پس میشه دو x مساوی است با صفر منفی شش که صفر منفی شش صفر نوشته نمیکنه اون منفی شش میشه پس من میتونم صفر نوشته نکنم پس نوشته میشه منفی شش آلی اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب یک ضریب شما چند است شاگرد عزیز ضریب شما دو است. پس اطراف تقسیم بر دو صحیح تقسیم بر دو این دو که دو خلاص پس میشه x مساوی است با شش تقسیم بر دو چند میشه شش بر دو سه چون سه دو شش سعیست. و مثبت این منفی در مثبت میشه منفی پس منفی سیس این پس اینه جواب کشیدیم خب پس مرحله اول فامیل مرحله اول چی گفته مرحله اول گفته بینون و مفعی با صفر قرار داد و حل میکنیم سیس مرحله دوم با توجه به جدول زیل یا چارت فرق میکنه جدول زیل افاده را چکار میکنیم تعیین اشاره میکنیم یا بینوم را فرق میکنه. افاده را تعیین اشاره یا علامه میکنیم سیست خب حال جدول شیخ شکل عزیز جدول ما اینجا برد میکشم جدول ما شما به این شکل است در ای ایکس نویش نمیکنیم اینجا همون بینوم ما شماست سیست پس در خانه اول چی ایکس در اینجا بینوم نوشته میکنیم. پس ما میکشم به این شکل میشه ایکس بینوم ما شما چی است؟ دو ایکس جمع شش پس من نویش نمیکنم دو x جمع 6 خب ده اینجا چی میکنیم شکر عزیز دقت کنید فرمول کلی دیگه ما شما این مثال کار میکنیم تا بفهمی خب ده اینجا ما شما اما x1 خودم میکشیم x چی همون جواب کشیدیم مساوی ماندیم با صفر جواب کشیدیم منفی شده صحیح پس منفی 3 رو من اینجا نوشتم میکنم منفی 3 صحیح شد شکر پس منفی 3 اینجا نوشته خب این سمت راست میشه چی بزرگتر از منفی میشه ایکس یا جوابایی که بزرگتر از x یک باشد دی برای میشه ای جوابایی که کوچکتر از x یک باشد یعنی در اینجا چی میشه ایکس که بزرگتر از منفی سه چون سمت راست میشه بزرگتر سمت چپ چی میشه کوچکتر میشه صحیح است و ایکس که کوچکتر از منفی سه باشد فهمیدید چی پس ما این کلانتر نشتا کنم که ببینید پس گفتیم اینی جواب که کشیدیم در وسط نوشته میکنیم سمت راستش میشه ایکس هایی که بزرگتر از منفی 3 است و سمت چپ چی میشه ایکس هایی که کوچکتر از منفی 3 میشه صحیح است خب بعد چیکار میکنیم شاگرد عزیز یعنی ایکس هایی که ما شما در راست زیرش خط میکشیم و روی از زیر صفر میمانیم یعنی خود هم ایکس اگه ما در بینوم وز کنیم سفر میشه بله منفی سر در بینوم وز کو منفی 3 زب در دو میشه منفی 6 جمع 6 میشه سفر پس چی میشه شاگرد عزیز ما اینی در اینجا چی میشه خود منفی 3 بینوم ما شما سفر میکنه دو جمع شش سفر میکنه سعیست خوب آله در مرحل آخر در مرحل آخر چی میگیم در اینجا میگیم موافقه در اینجا, اینجا نوشتن با با دیگر نوشته کنم که دیده میگم که علامه میشه میشه موافق علامه یا اشاره فرق من کن. علامه یا اشاره چی؟ ضریب x ضریب x در اینجا چی میشه؟ مخالف میشه سمت راست میشه موافق و سمت چپ میشه مخالف علامه یا اشاره ضریب x سعی است عزیز؟ پس به این شکل است خب دقت کنید در همی بینوم x ما و شما ضریبش چند است؟ ضریبش دوی مثبت است سعی پس سمت راست موافق میشه مثبت سمت چپ مخالف میشه چی منفی صحیح شد شاگرد عزیز پس به این شکل است ما و شما چی میکنیم مرحله اول بینو مفعی با صفر مانده حل میکنیم بینوم مفعی با صفر مانده حل کردن جواب کشین منفیه بعد با توجه به این جدول بین چارت ما شما چی میکنیم تعیین میکنیم میگیم ده اینجا جدول میکشیم x ده اینجا خود بینوم نوشته میکنیم x و خود بینوم نوشته کردیم ده وسط چی میمونیم x1 x1 همون جواب ما شما که کشیدیم جواب ما شما است کشیدیم منفی زیر از یه خط میکشیم و او چی میشه بینوم شما صفر میکنه 100 چون ما ما شما با صفر مورد و سمت راستش میشه های بزرگتر از منفیسه. سمت میشه های از منفیسه. سمت راست بزرگتر از سمت چپ کوچکتر است دیگه میفهمیم درست است خب فقط در مرحله آخر مهم است با این جدول به شکل یادتان باشد سمت راست ما و شما چی میشه همیشه میشه موافق علامه ضریب x یعنی x ما و شما ده بینوم اگر این منفی بود سمت راست منفی میشه سمت چپ مثبت میشه اگر این مثبت بود سمت راست مثبت سمت چپ منفی میشه درست است پس ما و شما شاگرد عزیز چه کار تا نتون چیکار کنیم تعین ای بینوم 2x جمع اشاره کنیم یعنی اگر x ما و شما بزرگتر از منفی 3 باشد علامه چی میشه؟ مثبت میشه اگر ایکس های ما و شما کوچکتر از منفی سه باشد علامت بینوم چی میشه؟ منفی میشه و منفی سر و اگر وفت کنیم خود بینوم چی میشه؟ صفر میشه صفر نه علامه نداره نه مثبت است نه منفی شکر از ازفا پس من نوشتن میکنم برای ایکس هایی که اگر ایکس های ما و شما بزرگتر از منفی سه باشد در نتیجه چی میشه؟ بینوم ما و شما میشه مثبت و اگر ایکس های ما و شما کوچکتر از منفی سه باشد بینوم ما و شما چی میشه؟ علامه بین ما و شما منفی میشه جواب آخر درست است پس ما و شما تان فیبر چی کنیم تعیین اشاره کنه خب شاگرد اگر فرمیز چی رقم شد پس این دو مرحله رو یادتان باشد مرحله اول بینوم را مساوی با صفر قرار داده و حل میکنیم مرحله دوم یعنی جدال با اجازت باشه ایکس بینوم نوشته میکنیم جوابی که کشیدیم دای وسط نوشته میکنیم دای سمت راست میشه بزرگتر از او و سمت چپش میشه کوچکتر از او است یک تا خط زیرش میکشیم او خودش صفر میشه این فقط یادت باشه سمت راست جواب چی میشه موافق علامه ضریب ایکس و سمت چپ چی میشه مخالف علامه ضریب x خب شاگرد عزیز ما تختار پاک میکنم یک تا مثال دیگه کار میکنم که دقیق بفهمی درست است <متحن> خب شاگرد عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه کار میکنیم و درس امروز ما شما خلاص میشه درست است پس مثال بینوم مقابل را تعیین اشاره کنید فیست پس بینوم تعیین اشاره کنید بینوم با ما شما داده منفی یک بر دو ایکس جمع مثال چند شش این با ما شما داده گفته منفی که بر دو ایکس جمع ششیر تاین شاید یک بینوم است دیگه درست است بینوم درجه اول یک متحول است دیگه توان ایکس ما شما یک است یک تا متحول بیشتر نداریم خب بیر تاین شاید میکنیم گفتیم باید چکار کنیم مرحله مرحل اول چی است بینوم را مسایی با صفر قرار داده و حل میکنیم پس منفی یک بر دو x جمع شش مساوی است با صفر خب بیر کار کو؟ چرا قم میشه؟ منفی شش دو انتخال مثبت شش دو انتخال بده میشه منفی شش پس میشه منفی یک بر دو x مساوی است با منفی 6 آل اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب 1 ضریب 1 ما شما چند است یک منفی 1 بر دو تقسیم بر منفی 1 بر دو تقسیم بر منفی 1 بر دو صحیح شگرد عزیز یعنی منفی 1 بر دو با منفی 1 بر دو خلاص پس x مساوی میشه با د چه رقم کار میکنیم د x مخرج یک میتیم ده 6 مخرج یک دور در دور نزدیک در نزدیک 6 ضرب در دو میشه 12 یک ضرب در یک میشه یک منفی در منفی مثبت پس میشه چی مثبت دوازده بر یک چند میشه؟ دوازده خب شاگرد عزیز حالا چی میکنیم؟ جدولش چی برش میکشیم؟ جدول به این شکل بود در اینجا ایکس اینجا خود بینوم نوشته میکردیم بینوم ما شما چی هست؟ منفی یک بر دو منفی یک بر دو ایکس جمع شش سیست؟ خب جواب در اینجا کشیدیم جواب ما شما چند شده؟ دوازده کشیدیم سیست؟ پس دوازده در این وسط میکنیم دای راست میشه ایکس بزرگتر از دوازده دای چپ چی میشه ایکس های کوچکتر از دوازده خب خود از این دوازده رو گفتیم بین ما و شما رو صفر میسازه و سمت راست چی است موافق علامه ضریب ایکس ضریب ایکس در مینوم چی است علامه شی منفی که برد منفی است پس موافق منفی میشه منفی و در سمت راست چی میشه مثبت سمت چپ میشه در سمت راست موافق است سمت چپ مخالف موافق چی شاگرد چرا منفی شد چون x مساوی شما ضربش چی است منفی است در سوال قبل دیدیم x مساوی مثبت بود سمت راست مثبت شد پس این در این چی میشه موافق همیشه مثبت نمیشه موافق علامه ضریب x به x نگاه ببینیم x نگاه میکنه علامه چی است ضریبش اگر مثبت بود سمت راست مثبت اگر منفی بود منفی میشه و سمت چپ میشه مخالفش صحیح است پس ما و شما تانس معنی بینوم تا اشاره کنیم یعنی چی یعنی همین بینوم ما را اگر ما از عدد 12 به بعد دی وز کنم جواب ما و شما منفی میشه اما قبل دوازده وز کنم جواب ما و شما مثبت میشه به چه کنیم از, دوازه کنیم. ده از ده منفی از دوازده به قبل مثلا در عوض کنیم سه به جای ایکس در بالد 10 زب در منفی بر دو چی میشه؟ پس من در اگر وز کنم اکس من با سال اگر بانم ده چی رقم میشه؟ میشه منفی بر بردو زب در ده جمع شش باید مثبت شود چون ده از دوازده کوچکتر است دیگه نه خب این در با بانی دو اختصار کنه این یک میشه این پنج میشه پنج یک میشه پنج, یک میشه. پنج. الان مثبت در منفید منفی پنج مثبت شش جواب چی میشه میشه مثبت یک مثبت چند شد یک شد دیدیم که سمت از دوازه به قبل اگر ادوست کنیم مثبت میشه اما اگر از دوازه به بعد وست کنیم عدد ما چی میشه منفی میشه جواب آخر درست است بانا مثال بیس دوست کن بیست رو کنیم بیست با این دو اختصار میشه میشه ده ده زب در یک میشه منفی ده منفی ده با مثبت شش شد میشه منفی چار علامت چی میشه منفی میشه پس ما تا نسمه اینی بینومه اشاره تعین اشاره کنیم درست از شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما خلاف شد تعین اشاره بینوم درجه اول یک متحوله خب شاگرد عزیز تم... کارخانگی کارخانه چی است تمرین های صفحه 162 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبر شما 20964 780 255 40 درست است شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان درس چهارم از فصل ششم عزیزان شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا